دادگاه عالی طالبان حتی کوه‌ها را غصب می‌کردند. والی طالبان در کابل با زور و تفنگ و هواپیما نمی‌شود حکمرانی کرد. حکمتیار با حضور پهپادهای آمریکا در فضای کشور افغانستان استقلال کامل به دست نیاورده است و همچنان در پایان قدرت به رهبر روند سبز منتقل می‌شود. مشروع خبرها عبدالصمد حقانی نماینده دادگاه عالی طالبان در یک نشست گفت نظام اراضی در چند دهه گذشته بسیار بی‌نظم شده و اراضی وسیع و حتی کوه‌ها و دشت‌هایی که برای استفاده آن بود غصب شده است. طالبان گفته تا اکنون 2.5 میلیون جریب زمین غصبی استرداد شده است. این مقام طالبان درباره این که چه کسی این زمین‌ها را غصب کرده توضیح نداد. آقای حقانی این اظهارات را در یک سمینار آموزشی برای هیئت‌های تکنیکی ولایتی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های طالبان بیان کرده است. در بیانیه وزارت عدلیه طالبان به نقل از عبدالصمد حقانی آمده که کمیسیون طالبان موظف است تا این زمینه را تصفیه کند و نظام اراضی را منظم سازد. او گفت مردم به ویژه مهاجرین، کوچی‌ها و دیگر اقشار جامعه سرپناه می‌خواهند و دادن سرپناه بدون تصفیه زمین‌ها با آنان امکان پذیر نیست. اخیراً وزیر عدلیه طالبان هم هشدار داد که این وزارتخانه سراغ همه غاصبان زمین را خواهد گرفت. عبدالحکیم شرعی مقامات حکومت پیشین در افغانستان از جمله رهبران جهادی و بزرگان قومی را به غصب زمین متهم کرد و گفت برخی از رهبران حکومت قبلی نیز به غصب زمین متهمند. طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیون به نام جلوگیری از غصب زمین استردار زمین‌های غصب شده تشکیل داده، اما در موارد شهروندان از اقدامات بی‌روی این گروه در مورد زمین‌ها شکایت کردند. والی طالبان در کابل با زور و تفنگ و هواپیما نمی‌شود حکمرانی کرد. والی طالبان در کابل در نشست با ولسوالان گفت که اگر آمریکا به جای زور و تفنگ از فکر استفاده می‌کرد قدرتش ادامه یافت. امین الله عبید گفت که حکمرانی در افغانستان با زور و تفنگ و پیمان ممکن نیست. عبید در این نشست مدعی شد که پس از شکست ایالات متحده افغانستان و منطقه آزاد شده است. امین الله عبید در این نشست خطاب به ولسوالان گفت که ادارات طالبان باید هماهنگ عمل کنند تا مردم متوجه حضور حاکمیت در کشور شوند. عبید گفت مسئولیت ولسوالان بیش از سایر مسئولین است، زیرا آنها با مردم ارتباط بیشتر دارند و به مشکلات مردم گوش می‌دهند. والی طالبان در حال نقش زور در حکمرانی را رد کرده است که گروه طالبان به پس از به قدرت رسیدن از طریق نظام قدرت را در انحصار خود درآورده و منتقدان را زندانی و شکنجه کرده است. حکمتیار با حضور پهپادهای آمریکا در فضای کشور افغانستان استقلال کامل به دست نیاورده است. رهبر حزب اسلامی گفته با به قدرت رسیدن طالبان زمینه دولت مستقل و قدرتمند در افغانستان ایجاد شده، اما هنوز فضای افغانستان در اشغال آمریکا است. حکمتیار از طالبان خواسته که اگر آمریکا از این کار دست بر نمی‌دارد سفارت این کشور بسته شود و تمام آمریکایی‌ها از کشور اخراج شوند. شهادت که نشریه رسمی حزب اسلامی اظهارات حکمتیار را در خبرنامه همراه با عکس‌های ملا حبت‌الله رهبر طالبان، ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان منتشر کرده است. در این خبرنامه به نقل از حکمتیار آمده که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مردم به برقراری نظام اسلامی مورد علاقه خود، حکومت قوی با اراده مردمی، کشور مستقل و عاری از نفوذ بیگانگان امیدوار بودند. در خبرنامه آمده است که امروز از شرایط مشخص است که در این راه ما همچنان با تهدیدات و موانع زیاد مواجه هستیم. حکمتیار گفته است باید افغانهایی که در جنگ علیه آمریکا و شوروی نقش فعال داشتند در یک محور مشخص گرد هم آیند. به نظر می رسد که حکمتیار که با محدودیت‌های سیاسی طالبان روبرو است پیشنهاد همکاری با طالبان را داده است. این در حالی است که طالبان در 2 سال گذشته هر نوع همکاری و مشارکت در قدرت از سوی گروه‌های سیاسی دیگر را رد کرده است. روند سبز به رهبری امرالله صالح بازداشت افرادش در کابل را رد کرده است. به دنبال بازداشت 3 نفر از جمله یک کارمند امنیت ملی سابق در کابل به زعم همکاری با روند سبز، این گروه میگوید که این افراد عضو روند سبز نیستند. روند سبز گفت افراد بازداشتی به علت پنجشیری بودن و به دنبال افشاگری های اخیر سازمان درباره نهادهای حکومتی طالبان بازداشت شده است. منابع روز یکشنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرده است که طالبان میر خواجه مجاهد مسئول فدراسیون پاورلفتنگ جنرال ایسا کارمند سابق ریاست امنیت و داخلی دولت پیشین افغانستان را همراه با فرزندش به اتهام عضویت در روند سبز در کابل بازداشت کرده است. روند سبز اجرام عمل با انتشار اسناد گفت که 58 تن از اعضای ارشد استخبارات طالبان و نزدیک به 6000 نفر از اعضای این اداره را تثبیت و شناسایی کرده است. این روند گفته همه این 58 نفر در پاکستان آموزش دیدند.
روند سبز همچنین در 21 عمل با نشر فهرست 189 مقام ارشد طالبان گفت که این گروه یک شبکه اندیوالان، عشیره، قوم و مدرسه در وزارت دفاع ایجاد کرده است. تنها یک نفر از این مقامات غیر طالب است و تمام آنها در مدارس دینی پاکستان آموزش دیدند. روند سبز به افغانستان انترنشنال گفت که جنرال ایسا اهل روستایی در پنجشیر است که آقای صالح معاون رئیس جمهور سابق افغانستان در آن تولد و بزرگ شده بود. با این حال یک منبع در افغانستان انترنشنال گفت که جنرال ایسا نسبت خانوادگی با آقای صالح دارد و با او در وزارت داخله به عنوان مشاور کار میکرد. روند سبز گفت که طالبان تصور میکنند ستون فقرات روند سبز افغانستان و اعضای آن مردم پنجشیرند. به دنبال نشر خبر بازداشت آقای ایسا و فرزندش، حمید خراسانی یکی از اعضای طالبان بیانیه به رسانه‌ها فرستاد و در آن مدعی شد که ایسا قرابت فامیلی با امرالله صالح دارد و در تبلیغات و فعالیت‌های تخریبی علیه طالبان دست داشت. روند سبز این ادعای منابع طالبان را رد کرده و گفته است که جنرال ایسا و پسرش به علت پنجشیری بودن بازداشت شده است. طرح غیر منطقی مدرسه سازی مکاتب دخترانه، دختران شیعه حذف می شوند. بر اساس گزارش رسانه ها طالبان اخیراً با جامعه جهانی مشخصاً ایالات متحده آمریکا به توافق پنهانی دست یافته است که بر اساس آن مکاتب دخترانه به مدارس دینی تغییر خواهند یافت و بازگشایی خواهند شد. این طرح به شکل آهسته تطبیق خواهد شد و هدف از آن رسیدن دولت بایدن به یک دستاورد در مورد وضعیت افغانستان و منفذی برای رسیدن طالبان به مشروعیت بین‌المللی است. تا اکنون در برخی ولایات جنوبی تعداد از مکاتب دخترانه به همین نام بازگشایی شده است. از ولایت غزنی نیز گزارش شده که تعداد از مکاتب خصوصی بخش دخترانه خود را به مدرسه دینی تغییر داده و جواز مدرسه گرفته است. برای سهامداران این مکاتب بازگشایی مکاتب دخترانه زیر هر نام و با هر برنامه آموزشی که باشد سودآور است. برای هر دو طرف این معامله نیز تطبیق این طرح منافع آنی دارد، اما برای مردم افغانستان به ویژه دختران یک طرح غیر منطقی و خطرناک است. مدرسه دینی که از وزارت معارف تحت کنترل طالبان جواز فعالیت بگیرد و زیر نظر آنها کار کند بدون شک نصاب آموزشی این گروه را تطبیق میکند. این گروه که پیش از سقوط دولت افغانستان کمیته ای را برای بررسی نصاب معارف توظیف کرده بود، مضامین مکتب را کلمه به کلمه بررسی و پس از چند ماه کار برای به گفته آنها اسلامی سازی آن طرح جامعه را برابر این گروه رأی کرده است. از برخی مضامین مکتب از نصاب آموزشی مانند فرهنگ، رسامی و تعلیمات مدنی زیر مجموعه همین طرح اسلامی سازی نصاب انجام شده است. دقت شود که مضامین مانند فرهنگ و نقاشی از نظر طالبان غیر اسلامی است. در سوی دیگر این گروه مراکز را به نام مدارس جاری در ولایت ایجاد کرده است که گفته می شود در آن مراکز اکثرا تمرکز بر تربیت نیروی جنگی و آماده مرگ برای آنهاست. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.